درگیری در نماز جمعه لباسان با شعار بر علیه خامنه ای. افشاگری و بیابروی جدید رژیم وزارت بهداشت با عرض داروهای استراری میز و تلویزیون وارد کرده بود. فاجعه قارچ سیاه در کشور در حال رکورد زدن. درگیری در نماز جمعه لواسان با شعار بر علیه خامنه بر کناری امام جمعه لواسان در شمال استان تهران باعث اعتراض شماری از هواداران او شده است امروز در آخرین نماز جمعه که سعید حسینی لباسانی اجرا کرده شماری از شرکت کنندگان در حمایت از او شعار دادند شعارهای بسیار هنجار شکند و بی سابقه بر علیه خامنه و بیت رهبری کامل اصلی این برکناری بودند امام جمعه لباسان بعد از آخرین نماز جمعه و در هنگام خروج توسط دی لباس شخصی محاصره شد که بر علیه طرفداران او شعار میدادند در خبرها آمده است که درگیری های پراکنده بین دو طرف در اطراف محل برگزاری نماز جمعه شکل گرفت. <م sausage> حسینی لواسانی چند روز پیش در توییتر خبر داد شورای گذاری ائمه جمعه که مسئول امور امامان جمعه در ایران است او را برکنار کرده است آقای لواسانی امروز در جلسه در کلاب هاوس گفت از او انتقاد شده که امام جمعه نامتعارف است و به دلیل تفکرش برای ایستادگی در مقابل بیعدالتی برکنار شده است او از امامان جمعه شناخته شده در ایران است او به سراحت توضیح نداد اما هواداران آقای لواسانی میگویند به دلیل افشاگری درباره زمینخواری در, در لواسان و انتقاد از ساخت ویلاهای چند هزار متری در این منطقه کنار گذاشته شده است دوره امامت جمعه آقای لواسانی سال گذشته بعد از شش سال تمدید شده بود و او در پایان هفت سال کار برکنار شد در حالی که گفته می شود معمولا امامان جمعه برای دوره ده ساله سال سر کار می مانند. بعد از انتخاب محمد جواد حاج علی اکبری به ریاست شورای گذاری ائمه جمعه که زیر نظر بیت رهبر ایران است جماری شماری از امامان جمعه تغییر کردند از جمله اولین آنها امام جمعه زاهدان در زمستان سال 97 که به شدت از آقای حاج علی اکبری انتقاد کرده آن زمان عباس علی سلیمانی امام جمعه زاهدان گفته بود که تغییرات مطابق نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و زیر نظر دفتر او انجام می شود امروز سعید لباسانی امام جمعه لواسان گفت در ظاهر امر به او گفتند سیاست این است که ائمه جمعه را برای مدت طولانی نگه نمی دارند و از جمله در تهران زود عوض می چند منتقد این تغییر به دوره طولانی احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد اشاره کرده و پرسیدن در راستای جوانگرایی چرا این افراد تغییر نمی کنند. لواسانی اعتقاد دارد که در اصل به خاطر طرز تفکر متفاوتش با شورای سیاست گذاری ائمه جمعه برکنار شده است. او توضیح داد که خودش اعتقاد دارد مخصوصا در بحث عدالت باید بر اساس ارزش های انقلابیگری محکم ایستاد اما به گفته آقای لواسانی شورای ائمه جمعه به ریاست آقای حاج علی اکبری اعتقاد دارد ما نباید به این مسائل ورود داشته باشیم امام جمعه سابق لواسان گفته به شورای سیاست گذاری ائمه جمعه بر اساس مسلحت توصیه کرده که الان زمان تغییر نیست و باید صبر کرد اما او بر کنار شده است او میگوید قبلا به خاطر حضورش در توییتر و اشاره به مصادیق فساد از او انتقاد شده بود اما این به طور علنی به عنوان دلیل برکناریش اعلام نشده بود آقای لواسانی دو سال پیش انتقادهای تندی از ویلاسازی و زمینخواری در لواسانات مطرح کرده سعید حسینی لواسانی در مصاحبه در شبکه افق تلویزیون ایران گفت من در یکی دو سال گذشته تلاش می کردم تا در پشت پرده با مسئولین مربوطه ارتباط برقرار کرده و موضوع را پیگیری کنم بعد از گذشته زمان متوجه شدم که از صحبت که مطرح می شد عملا نمیتوان نتیجه گرفت ضمن که بهتر است این مطالب با مردم در میان گذاشته شود او با حمایت از خراب کردن ویلای شبنم نمدزاده فرزند وزیر صنعت دولت حسن روحانی در لواسان گفته بود که در ساخت و ساز ویلاهای لواسان که شبیه کلیسا و کاخ سفید است تبعیض انجام می شود و به طور مثال 60 متر دیوار ساخته است سری برخورد میکنیم اما در کنارش یک ویلای بسیار بزرگ ساخته می شود که اصلا نگاهش نمی کنیم. افشاگری و بیابروی جدید رژیم وزارت بهداشت با ارز داروهای استراری میز و تلویزیون وارد کرده است در حالی که وفاداران به رژیم علت نبودن داروهای بیماران خاص را تحریم دولت ترامپ میدانند رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عرض در یک برنامه تلویزیونی برای نخستین بار گفت وزارت بهداشت با عرضی که برای داروهای استراری بیماران صعبالعلاج تعلق گرفته میز تلویزیون و صندلی وارد کرده است علی معیدی خورم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در گفتگو با برنامه دستخط شبکه پنج سیما گفت که وزیر بهداشت ایران به جای واردات داروهای اضطراری میز و صندلی وارد کرده است به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت بهداشت بخشی از ارز تخصیص یافته به این وزارتخانه را که باید برای تامین داروهای اضطراری بیماران صعبالعلاج هزینه میشد برای واردات میز، صندلی و تلویزیون خرج کرده است. معیدی افزود این تخلف را هم به دولت، هم به وزیر وقت و هم به دستگاه نظارتی گزارش دادیم و محکم ایستادیم تا پرونده به سرانجام رسید. وی درباره سرانجام این پرونده و برخورد صورت گرفته توضیح بیشتری ارائه نداد. بعد گفته بودیم به واردات یکی از در واقع چیزهایی که از این ارگانهای دولتی واردات میز و صندلی تلویزیون کرده بود به جای تجهیزات پزشکی متوجه شدیم یکی از وزارت که حالا اون موقع من خب گزارشش هم به مراجع زیرب دادیم به دستگاه های نظارتی دادیم وزارت بهداشت بود که بخشی از ارزهایی که گرفته بود میبایست به داروهای استراری و مورد نیاز بیماران در واقعه سعب العلاج اختصاص میدادن متاسفانه بخشش به این ابزار آلات این چنین اختصاص داده بود که من توی اولا نامه گزارش ایشون هم به دولت دادیم هم به خود اون وزیر وقت دادیم و هم این که به دستگاه نظارتی و خیلی محکم هم ایستادیم و به هر حال پرونده سرانجام رسیدیم فاجعه قارچ سیاه در کشور در حال رکورد زدن خسرو صادق نیت رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی با اشاره به افزایش مبتلایان قارچ سیاه در میان بیماران کرونا گفت در حال حاضر مهمترین معضل بیمارستانها این است که شیوع کرونا باعث شده خدمت به بیماران دیگر محدود شود درمان بیماری قارچ سیاه نیاز به تبهر و تخصصهای مختلف دارد به همین دلیل مراکز درمانی اقصا کشور بیماران خود را به بم... ما ارجا و یفسود تعداد بیماران قارچ سیاه که به ما ارجا داده شده تی روزهای اخیر افزایش یافته است خطر وخامت این بیماری اگر دیر تشخیص داده شود یا خوب درمان نشود بسیار بالاست بسیاری از بیماران باید چندین بار به اتاق عمل بروند و داروهای مخصوص بگیرند بنابراین این بیماری نیاز به تشخیص سریع درمان مناسب و امکانات و تجهیزات ویژه دارد او در ادامه گفت در حال حاضر بیماری کرونا هنوز کنترل شده و باعث شده نتوانیم خدمات کافی به دیگر بیماران غیر کرونایی بدهیم درمان این افراد به تعویق میافتد و گاهی اوقات از مرحله درمان مطلوب خارج می شود و دیگر مانند قبل امکان درمان مناسب را نداریم این مهمترین مشکل ماست و درمان بیماران غیر کرونایی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است بهرام ایناللهی وزیر بهداشت ایران روز جمعه 19 مرداد ماه با مقایسه آمار قربانیان کرونا در ایران گفته است در سال جنگ ایران و عراق 230 هزار تا 240 هزار نفر کشته شدند ولی در 18 ماه شیوع کرونا در ایران 113 هزار نفر جان باختند و بر اساس این آمار قربانیان کرونا در مقایسه با جنگ بیشتر بوده است او که در جلسه ستاد مقابله با کرونا در قزوین سخن می گفت اظهار داشت امروز متاسفانه به دلیل کرونا شاهد صحنه های بدی هستیم و روزانه 600 خانواده عزادار می شونده. آمار فوتی های کرونا طی یک سال نیمه گذشته از تعداد شهدای 8 سال جنگ تحمیلی نیز بیشتر شده است. وزیر بهداشت در این حال در سخنانش مدعی واردات انبوه واکسن به کشور شد و گفت: شنیده بودیم که به ایران واکسن نمیدهند. زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، اصلا واکسن نداشتیم و تمام واکسن‌های ذخیره هفته صفر شده بود. واردات واکسن برای کشور از جایی انجام شد که اصلا فکرش را نمی‌کردیم و در واقع به جای باران سیل بارید و امروز 5 میلیون دوز واکسن وارد شد. و فردا ده میلیون دوز دیگر وارد می شود و تا پایان شهری بر ماه نیز پنجاه میلیون دوز واکسن وارد خواهد شد.